درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 4 شهریور ماه 26 اوت نگاهی داریم به هفته دولت 11. در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران گفت دانشجویانی که به طور غیرقانونی در دولت قبل بورسیه شده اند باید مانند تحصیل در یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند و امتیازات خود را مانند استخدام و تدریس از دست دادند. موضوع لغو تعدادی از بورسیه های اعطا شده در دولت محمود احمدی نژاد که از دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم توسط مجلس شورای اسلامی بود. وزارت علوم ایران از پذیرش بیش از 3700 بورسیه غیرقانونی طی 2 گذشته خبر داده بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که حتی اگر 10 وزیر علوم تغییر کند باز هم موضوع بورسیه های غیرقانونی پیگیری خواهد شد. حسین نقوی حسینی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس میگوید دیدگاه مجلس در این زمینه این است که هر تخلفی در ارتباط با بورسیه ها از دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون اتفاق افتاده، هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد در صورت تخلف با وی برخورد شود. محمد ارشدی رئیس ستادهای مردمی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری از تشکیل تشکلی به عنوان جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی با رویکرد کمک به دولت خبر داده و گفته است در این جبهه از نظرات افرادی همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی بهره میگیریم و اصلی ترین نکته در این جبهه تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی است. پیشتر حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران از تلاش به گفته او دلالان هرزه سیاسی برای تجمیع اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن خمینی، حسن روحانی، علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری برای انتخابات آینده مجلس خبر داده بود. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم در میان رؤسای جمهوری اسلامی کدام یک در برابر تنش‌های سیاسی عملکرد بهتری داشته است. همطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه علی خامنه‌ای رو انتخاب کردن. اعتقاد دارن رهبر جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوریش بهترین عملکرد رو در برخورد با تنش‌های سیاسی داشته. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به هفته دولت و دولت 11. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت آغاز هفته دولت: با تغییر یک نفر از دولت همه بدانند که دولت مسیرش عوض نخواهد شد، همون مسیر و همون راه که مسیری است که مردم و آراء مردم برای ما مشخص کردن، اون راه رو ادامه خواهد داد ان شاء الله. حسن روحانی در آیین رونمایی موشک‌ها و پهپادهای جدید وزارت دفاع جمهوری اسلامی: قدرت دفاعی ما هرگز برای تجاوز به هیچ کشوری، حتی یک کشور ضعیف، نخواهد بود. ما اهل تجاوز نیستیم. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همدان: در یک سال گذشته در حوزه فرهنگ نوعی آزادی بیان و آزادی قلم ایجاد شده و فضای باز برای تنفس اهل فرهنگ و هنر پدید آمده است. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی: مسئله حجاب راهکارش فریاد زدن و توسری زدن نیست، بلکه راهکارش راهکار فرهنگی است. حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت با تقدیر از عملکرد رضا فرجی دانا وزیر برکنار شده علوم بر پیگیری مجدانه برنامه‌های دولت
به ویژه مبارزه با فساد در زمینه بورسیه‌های غیرقانونی تأکید کرد. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌ها. دولت 11 پیروزی خود را معلول آراء اقوام ایرانی می‌داند و برای رفع مشکلات اقوام ایرانی تلاش می‌کند. روزنامه کیهان: چگونه میتوان از حق نظارت فراقوه رئیس جمهور بر قوای دیگر سخن گفت در حالی که هیچ یک از قوا در برابر رئیس جمهور مسئول نیستند و برعکس او در برابر همه آنها مسئول است؟ بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای علی افشاری، فعال سیاسی، عضو پیشین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، آقای مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از بن آلمان به ما خواهم پیوست، آقای پیمان عارف، فعال پیشین دانشجو، عضو جبهه ملی ایران که از تهران روی خط تلفنی با ما هستند، و آقای محمد خاکی نهاد، روزنامه‌نگار پیشین روزنامه ایران که از برگن در نروژ به ما میپیوندن. به همشون درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای عارف، به تهران بیایم چند دقیقه با شما صحبت بکنیم و یه توضیح به ما بدید با توجه به اینکه خود شما هم به شکلی شاید قربانی این تغییر تحولات در وزارت علوم بودید. ماجرای این بورسیه ها چه هست برای اونهایی که براشون روشن نیست قضیه؟ انتشار این فهرست چند صد نفره از بورسیه بگیران غیرقانونی در سایت ها چه تبعاتی رو در داخل در میان جوانان و دانشجویان داشته؟ بله، با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببین، در واقع دولت آقای احمدی‌نژاد که در سال 84 بر سر کار آمد، فرصتی بود که در اختیار جریان بنیادگرا قرار داده شده بود و این دولت دچار نوعی عارضه تعجیل بود. اساسا هم عارضه تعجیل در حوزه اقتصادی و ثروت‌اندوزی و هم در حوزه دانشگاهی و در واقع منزلت اندوزی در کنار ثروت اندوزی. به دیگر سخن، کسانی که خود رو در واقع عقب ماندگان از قافله توسعه اقتصادی دوره آقایان هاشمی و خاتمی میدانستند و همچنین خود رو عقب ماندگان از قافله منزلت اندوزان و در واقع چهره های دانشگاهی در همین دوره می دیدند، با نوعی عارضه تعجیل به زودی می خواستند که در واقع به هر شکلی که شده و با استفاده از هر گونه راهکار غیرقانونی این عقب ماندگی رو پوشش بدهند و هرچه سریعتر در واقع عنوان دکتر رو جلوی اسمشون قرار بدهند. به همین دلیل در واقع در این دوره ما شاهد اون چیزی هستیم در ابتدای دوره تحت عنوان انقلاب فرهنگی دوم از سال 85 که با اخراج اساتید دانشجویان منتقد و از روی دیگه فرصت‌سازی برای ورود نیروهای در واقع با نیروهای وفادار به لحاظ ایدئولوژیک به حاکمیت با قرائت وقت ها، یعنی حاکمیت با قرائت و ورژن مسلط دوره احمدی نژاد هستیم. بنابراین این فضا ادامه میکنه. بعد از 88 و در واقع رخدادهایی که حاکمیت از اون به فتنه یاد میکنه، جریانی شکل میگیره که در مجلس موقع رأی اعتماد دولت شدید به نیکی یکی از نمایندگان عنوان کاسبان فتنه رو بر اونا، کاسبان فتنه در واقع به حد اکثری تن شکل ممکنه زمانی که دیدن هیچ راهی در میان افکار اون برای ادامه قدرت و حیات سیاسی اونها در قوه مجریه وجود ندارد و ملت در قالب تظاهرات های چندین میلیونی به خیابان می آیند برای مقابله با دولت احمدی نژاد، در واقع این حتم هم
پیدا کردن که بیش از 4 سال، یعنی از 88 تا 92، بیش از این فرصت ندارن. و از سوی دیگر ترسی که به لحاظ امنیتی حاکمیت نسبت به اعتراضات 88 پیدا کرده بود، یک فضای در واقع غبارآلودی رو هم در 4 سالی 88 تا 92 ببیشه فراهم کرد که جریان احمدی‌نژاد هر کاری که دلش می‌خواهد بکند. رضا بحث بوسیه ها رو در این قالب میبایستی که دید و در اون فضای غبارآلود هم خورده. به لحاظ ناامیدسازی فضای دانشگاه، من فکر میکنم که مهمترین قدمی که بعد از انقلاب فرهنگی، ابتدای انقلاب بعد از سال 59، مهمترین قدمی که برای ناامیدسازی فضای دانشگاهی شکل گرفته به یک معنا همین رخداد است و اهمیت برای شما جای پرسش نداشت که چرا این فهرست در اثنای این بحث طرح استیضاح مطرح شد؟ چرا زودتر مطرح نشده بود در رسانه ها؟ ببینید، بحث انتشار فهرست لزوماً مرتبط با استیضاح نیست. استیضاح از قبل تر شکل رسه بود و جریان پایداری، جبهه پایداری از ماها قبل دنبال در واقع فشار به آقای دکتر فرجی دانا بود که آقای دکتر توفیقی و میلی منفرد و آقای دکتر ظریفیان و چند نفر دیگه، آقای دکتر سمنانیان، اسامی که روز استیضاح هم آمد رو از وزارت علوم کنار بگذاره و در واقع فرجی دانای مهار شده ای رو جریان پایداری میخواست که در رأس وزارت علوم بوده باشه ولی امکان و توان تاثیرگذاری مؤثر در وزارت علوم رو با زدن بالها و معاونت های دکتر فرجزانا ازش در واقع سلب بکنن. در یه همچین فضایی بست استیضاح در طی فشارهای ماهای متمادی که شاید مثلا دکتر فرجزانا آذر پارسال رفت وزارت علوم، به گمانم از دیماه در واقع جریان پایداری فشارها رو شروع کرد و بعد از نوروز هم در طول سالی که درش هستیم هم تشدید کرد. ولی بحث بوسیه ها بحثی که به هر صورت انتشارش طبعا اهداف سیاسی هم داشته و هیچ اشکالی هم نداره که انتشارش هدف سیاسی هم داشته باشه و به گمان من مهمترین هدفش این است که به افکار عمومی نشان بدهد که در فضای انقلاب فرهنگی دوم و فتنه کردن های آقای کامران دانشجو و فضایی که کاسبان فتنه در 4 سالی 88 تا 92 به پا کردن چه بر سر نهاد دانشگاه آمده است. اون حرفی که من سال 88 در نامه سرگشادم به آقای احمدی‌نژاد قبل از انتخابات 88 در سوم خرداد 88 به ایشون نوشتم که همون نامه بعدها باعث شد، بعد از انتخابات باعث شد که تحت عنوان اهانت به رئیس جمهور در پایان محکومیتم مجازات شلاق رو بخورم، حرف هم همین بود. عنوان نامه این است که آقای احمدی‌نژاد میدانید با دانشگاه چه کردید و جان بحثم این است که این آقایان و جریان مسلط 8 ساله نهاد دانشگاه رو از کارکردهای هویت خودش تهی کرده. آقای عارف عذر میخوام چون بحث میخوام با دیگر مهمان هم دنبال بکنیم، یک سوال دارم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید برای اینکه وضعیت خود شما برمیگرده. شما اخیرا جایی هم خودتون اعلام کردید که در برای دکتر علوم سیاسی پذیرفته شدید، منتظر جوابی هستید. منظورتون چه هست؟ منتظر چه جوابی هستید با توجه به پاسخهایی که آقای پور محمدی در این کنفرانس خبری دیروز داد در مورد ستاره دارها و اینکه اگر اینها براشون دادگاه حکمی تعیین کرده باشه قانون بعد اجرا بشه، وضعیت شما خودتون چگونه خواهد بود؟ خیلی کوتاه بفرمایید. بله، نخیر، ببینید من به لحاظ قضایی در هیچ کدام از دو حکمی که بعد از 88 در واقع گرفتم چیزی تحت عنوان محرومیت از تحصیل و مجازات تکمیمی وجود نداره و اساساً به لحاظ قانونی امکان محروم از تحصیل سازی در مورد من به هیچ عنوان وجود نداره. ولی چند علارغم قبولی من در دوره دکترا دانشگاه تربیت مدرس گرایش اندیشه سیاسی، متاسفانه من البته منتظر در واقع برخی رایزنی ها هستم که اگر بشه مشکل به صورت کت خدا منشانه در واقع حل بشه، ولی متاسفانه همون روند سابق در واقع ادامه پیدا کرده. وزارت اطلاعات نامه ای رو فرستاده که تحت عنوان بند 3 آیین نامه گزینش مصوبه 1367 که میگوید
در واقع اعضا و هواداران گروه های محارب و معاند با نظام را وزارت اطلاعات می تواند که به تشخیص خودش در واقع افراد معاند و محارب و سخصی محروم بکند و بر مبنای یه همچین عنوانی من سال 85 هم از فوق لیسانس در واقع محروم شدم که بعد با رأی دیوان عدالت اداری برگشتم و پایان نامه فوق لیسانس هم رو دفاع کردم. در مورد دکتر هم یه همچین نامه آمده و یعنی سرنوشت شما الان در دست بازجوی شما بازجوی اطلاعات تقریبا یه همچین حرفی میشه زد. آقای عارف بسیار سپاسگزارم ازتون. اگر براتون امکان داشت در طول برنامه با باشید که ممنون میشیم، اگر نه که ازتون سپاسگزاریم تا همین فرصتی که با ما بوده. پیمان عارف بود از تهران روی خط تلفن. آقای افشاری خیلی خوش اومدید به برنامه. شکرم. برخورد دولت روحانی در مورد مسئله بورسیه ها فعلا صحبت بکنیم بعد به مسئله دیگه میپردازیم، چقدر مؤثر بود، چقدر هوشمندانه بود به نظر شما؟ ببینید مؤثر رو تا حدودی میشه گفت بود، ولی هوشمندانه یا مدیریت خوب به نظرم در این حوزه نمره بالایی رو نمیگیره. یعنی ما اگر برگردیم، خب در این که ما اینو مستند کردن، مشخص کردن، نشون دادن که یک حجم زیادی از افراد بورسیه گرفتن که شرایطش رو نداشتن و بسیار سزاوار دریافت این بورسیه و تحصیل در مقطع تحصیلی دکترا نبودن، اما این به نحو خوبی مدیریت نشد. یعنی ما اول دیدیم خب با یک سر و صدای این مطرح شد، پخش شد، بعد اسامی رو منتها دستبندی نکرده بودن که بعد برای یه عده‌ای، خب البته این حق رو هم داشتن اونا اعتراض بکنن، هم یه عده بهره برداری کردن که آقا و حال از حیثیت یک سری افراد زیر سوال رفته و سر و صدا پا کردن و بعد ماجرا برعکس شد در انتها که حالا اونا میخوان برن شکایت بکنن وزارت علوم که چرا این اسامی منتشر شد. یعنی از ابتدای معلوم بود که چه کسانی واقعا حقشون نداشتن رو جدا میکردن، اون کسانی که حالا طبق همین ضوابط موجود اون شرایط حداقلی رو داشتن مشمول این مسئله نمیشدن. این که گفتن که آقای فرجیدان خب اخلاقی برخورد کردش و نیومد اسامی رو در مجلس بخونه، ولی خب اساسا این لیست از وزارت علوم اومده بیرون دیگه در دوره. بله ببینید همین مسئله است. یعنی ابتدا خب این عنوان شد، بعد یکی از روزنامه‌ها اینو منتشر کرد، بعد ناگاه یه دفعه به حال آقای صدیقی که معاونت به حال دانشجویی وزارت علوم مثلا مسئول همین امور بورسیه ها هست، اومدن گفتن ما شکایت میکنیم، ما ندادیم. بعد اون فرد اومد گفت نه، در جلسه ای که آقایون داشتن و توضیح میدادن لیستو در اختیار ما گذاشتن و در نهایت هم آقای فرجیدان اومد گفت که نه اصلا ما افشاگری نکردیم، اطلاع منتشرش نکردیم و نمیخواهیم هم بکنیم. خب اینجا سوال مطرح هستش که خب چرا از ابتدا موضوع این گونه مطرح شد؟ در صورتی که مسئله افشاگری نیست، اگه کسانی واقعا تخلف کرده بودن وزارت علوم اعلام میکرد و میسپرد به مثلا دیوان عدالت اداری که به تخلفات رسیدگی بکنه. اما یک موضوعی که به نظر من خب بی تأثیر در این قضیه نیست، درسته در این دولت 8 ساله احمدی نژاد تعداد بورسیه ها خیلی زیاد شده، هم یعنی در یک بازه زمانی مشخص، یعنی 8 ساله حالا 4 ساله تعداد بورسیه ها زیاد شده، منتها این معنا نیست که این ماجرا با دولت احمدی نژاد شده. همین بحثی که الان بعضی اصولگران من ابتدای برنامه اشاره کردم، الان اسم حتی آوردن گفتن آقای حجاریان، آقای تاجزاده، خیلی ها اسم آوردن گفتن این ماجرا دولت هاشمی بعد برگرده. آیا اینطوره؟ من درسته، البته میگم در مورد آقای حجاریان، آقای تاجزاده من مشخصا نمیدونم، یعنی حالا داوری خاص این دو نفر نمیکنم، ولی تعداد خیلی بیشتر از این حرف ها بوده. یعنی از وقتی که انقلاب فرهنگی اول تموم شد به اصطلاح و دانشگاه در اختیار حکومت قرار گرفت، یک ایده رو حکومت داشت که نیروهای وفادار و موافق خودش رو، نیروهایی که به حال معتقد است که باید دانشگاه ها رو به اونها بسپره، اینها اومدن بورسیه های تحصیلی به خصوص خارج از کشور رو امتیازی کردن برای این نیروها. یعنی دو افراد عادی که حالا اون شرایط عقیدتی و سیاسی مانند نیروهای مدافع حکومت رو نداشتن، علل عموم دسترسی به این بورسیه ها نداشتن و بعد خیلی جاها همین ضوابط رو گذاشتن کنار و افرادی رفتن از همین به حال وابستگان و مدیران حکومت و مدارک رو گرفتن و این موضوع ادامه داشته و یکی از نقاط آسیب پذیر خود دولت روحانی هم وزارت علومش همین مسئله است. یعنی اگر بخوان این مسئله رو به شکل منطقیش اجرا بکنن، موضوع فقط به 8 سال دور احمدی نژاد میمونه که کل رو در بر میگیره. بخشی از همین دولت هم کسانی هستن که از این چیزا استفاده کردن یا اصلا اساسا از عنوان دکترا. خب خود آقای حسن روحانی که رئیس جمهور است بالاخره به طور جدی این اتهام بهش مطرح هستش که ایشون برای یک دهه از این عنوان استفاده کرده بدون اینکه
به اصطلاح مدرکش رو داشته باشه، ولی از عنوان دکتر روحانی استفاده شده تو تبلیغات انتخاباتی. ایشون مصاحبه کرده به این نام و خب طبیعتاً مجلس بله دوره نمایندگی مجلس. بنابراین اگر بخواد این به اصطلاح روش غلط به شکل درستی حل بشه، خب لازمه که برخورد همه جانبه است و حتی این افرادی که خودشون حالا در مقاطعی از این گونه به اصطلاح شرایط استفاده کردن به ناحق، خب باید میان خطاهای خودشون رو بپذیرن و چشم‌انداز آینده رو به گونه ترسیم بکنن که این موضوع به شکل مبنایی میخواد حل بشه، نه اینکه حالا یک جناحی قدرت رو گرفته بخواد به عنوان یک اهرم فشار علیه جناح دیگه استفاده بکنه. بعد این نکته من در پایان اضافه بکنم، این موضوع من با عارف موافق نیستم که حالا کار احمدی نژاد بوده یا فقط یک اشتیاق یه عده داشتن که سریع مدرک بگیرن. این یک برنامه‌ای بوده که نیروهایی که حالا به زعم اونها نسل دومشون نیروهای بسیجی هستن، اینها رو بیارن مدرک دکترا بدن و تقریبا بدنه دانشگاهی کشور رو، هیئت علمی دانشگاه ها رو از این نیروها پر بکنن. این یک برنامه نسل جدیدی از اساتید بالای حکومت بوده و موفق هم بودن. حتی امروز در دانشگاه های فنی و پزشکی ما هم تعداد به سال اساتید بسیجی خیلی بیشتر از گذشته شد. آقای مهدوی آزاد، شنیدید صحبت ها رو؟ آقای جهانگیری گفت که اگر 10 تا وزیر علوم هم عوض بشه، این مسئله بورسی های غیر قانونی رو پیگیری خواهند کرد. آیا به این قیمت پیگیری میکنن که به برگرده به دوره که خودشون هم احیانا بودن، برگرده به دوره آقای هاشمی؟ من با این فرمایش آقای افشاری موافقم، یعنی بحث بورسیه کردن و بورسیه‌های غیرقانونی از بعد از انقلاب فرهنگی وجود داشته، اما با یک بخشش کاملا مخالفم. دقت بفرمایید، این لیست 3700 نفره ای که منتشر شده مربوط فقط به بازه سال 90 تا 92، یعنی در دو سال آخر 8 سال دولت آقای احمدی نژاد. این تعداد در واقع کسانی که بورسیه فرستاده شدن و به قول وزیر علوم در جلسه استیضاح حتی برای فقه و آموزش ادبیات فارسی به کشورهای اروپایی و آمریکایی اعزام شدن و عددی بین 800 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان دریافت کردند، بالقوه بعد از بازگشت به ایران باید جذب دانشگاه ها بشن، در هیئت های علمی دانشگاه ها باشن و این تمام ساختار سیاسی دانشگاه ها و حتی ساختار اجتماعی رو به هم میزنه. الان دانشگاه ها یکی از پایگاه های جدی اصلاح طلبان و حتی طیف آقای روحانی و آقای هاشمی است. با این وضعیت همه چیز از دست خواهد رفت. با این تفسیری که من عرض کردم، تصور میکنم آقای روحانی در این موضوع محکم ایستادگی خواهد کرد. هم اصرار آقای جهانگیری مبنی بر این که حتی اگر 10 وزیر عوض بشه ما این مسئله رو پیگیری میکنیم و هم حرفای آقای روحانی رو جدی میگیرم. معتقدم به واسطه اینکه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و ادعاهایی که آقای روحانی خواهد داده است، گمان میکنم که محکم ایستادگی میکنه. در مورد این بحث شده، آقای افشاری هم گفتن که اگه قراره که به عقب بریم ممکنه این قضیه دامن خود آقای روحانی رو هم بگیره. در مورد بحث حالا مدرکشون که در اون دوره از عنوان دکترایشون استفاده کرده یا نکرده، بعضی هم این ایده رو مطرح کردن که یکی از دلایلی که آقای روحانی اساسا نرفت در مجلس و دفاع بکنه از وزیرش این بود که نمیخواست این ماجرا دامن زده بشه و از اون سوء استفاده بکنن. چقدر با این موافقید؟ با توجه به این سابقه ای که آقای جهانگیری توضیح داده بود که ما تقسیم وظیفه کردیم، قرار بود که من در جلسات استیضاح باشم و به سابقه تاریخی هم نگاه بکنیم، در کل زمان 30 چند سال گذشته یک بار فقط آقای هاشمی اگه اشتباه نکنم برای وزیر صنعت آمده بوده دفاع بکنه، بقیه موارد همیشه رؤسای جمهور برای دفاع از وزیرشون غیر از دوره آقای احمدی نژاد که 4 بار فکر میکنم یا شاید بیشتر حضور پیدا میکنه، چنین چیزی رسم نبوده. بله، اول اینکه درست میفرمایید آقای هاشمی فقط سر استیضاح آقای محلوجی رفت مجلس، با اینکه 4 وزیرش استیضاح شدن. در مورد آقای احمدی نژاد هم از 7 وزیری که استیضاح شدن آقای احمدی نژاد 4 تا رفت، آقای خاتمی هیچگاه نرفت، آقای موسوی که نخست وزیر بود 3 وزیرش استیضاح شدن نرفت و آقای روحانی هم نرفته برای وزیر اولش. در این زمینه آقای دهقانپور خیلی اطلاعات در واقع متناقضه. ابتدا سایت‌های حامی دولت اعلام کردند که آقای روحانی چون در اردبیل سخنرانی داره و نمیخواد مردم منتظر بشن، رفته به اردبیل. یکی از نمایندگان در خود جلسه استیضاح اعلام کرد که آقای روحانی رفته اردبیل واسه اینکه به مردم بگه در حالی که من به فکر مشکلات شمام، مجلس در حال دعواهای سیاسی است و بعدن این رو هم سایت‌های دولت مطرح کردند.
گمانه‌زنی های متعددی مطرح شد تا اینکه آقای جهانگیری اعلام کرد که ظاهرا جدی ترین خبری است که در این زمینه منتشر شده، اعلام کرد که ما تقسیم وظیفه انجام دادیم. اینی که ربطی داشته باشه به مدرک آقای روحانی رو من تردید ندارم که اشتباه هست، یعنی تحلیل رو نمیپذیرم، نمیتونم بگم حالا تردید ندارم، اما معتقدم آقای روحانی میدانست که در واقع رأی نمیاره و سعی میکنه در سطحی فراتر از جبهه پایداری بازی کنه، شأن خودش رو هم پایین نیاره و به انتظار در واقع انتخابات مجلس بعدی بنشینه. تصور نمیکنم آقای روحانی تو انتخابات مجلس بعدی که احتمالاً ما چند تا استیزا هم خواهیم داشته که دوتا، تصور نمیکنم که ایشون به روانه مجلس بشه. آقای خاکی نهاد، چنین دید صحبت های آقای افشاری، آقای عارف و آقای مهدوی آزاد و آقای روحانی، دولت آقای روحانی عقب نشینی خواهد کرد زیر این فشارهایی که اصولگرایان دارن میارن؟ بحث الان وزارت علوم گفتن که عقب نشینی نمی کنن. حالا بحث این که چه کسی رو بعد از سرپرست فعلی خواهند گذاشتم مطرح هست، شما نگاهتون چه هست؟ بله، به نظر من آقای دکتر روحانی اصلا این تهدیدهایی که از سمت مجلس میشه رو موضوع جدی برای خودش نمیدونه و یک فرصت برای خودش قلمداد میکنه و در این بازی که مجلس شروع کرده به نظر خواهد بود و آقای دکتر روحانی فعلا نشون دادن که دست بالا رو دارن، چرا که آقای دکتر روحانی از عمل کرده این مجلس راضی نیست. مثل یه سالی بزنم، همونطور که آقای خاتمی در دوره اول ریاست جمهوریشون از عمل کرده مجلس پنجم راضی نبودن و این رو مدام اعلام میکردن. همین استیضاح‌ها و همین بحث بورسیه که به هر حال دولت میتونه حرف زیادی برای گفتن داشته باشه توی بحث بورسیه ها و بحث افشای این اسامی که به هر حال بوس شدن، همین به دولت کمک میکنه به افکار عمومی رو بگه که ببینید مجلس با من همراه نیست، من نیاز دارم برای اینکه برنامه های خودم رو به پیش ببرم یک مجلس همراه داشته باشم، نه مجلسی که من رو به خاطر مبارزه با فساد و مبارزه با رانتخاری علمی در کشور میاد به استیضاح میکشه و وزرای من رو به هر روز پاشون رو به مجلس میکشه و استیضاح میکنه. به نظر من آقای دکتر روحانی از این بحث استیضاح ناراضی نیست و اون رو یک فرصت برای خودش میدونه و از این فرصت استفاده خواهد کرد برای انتخابات آتی مجلس تا لیست همراهتری با خودش رو به مجلس بفرسته. آقای خاک نهاد، وقتی صحبت از این شد که این پروژه دوره آقای احمدی نژاد بود، اونطور که آقای عارف گفتن، آقای افشاری گفتن که نه، این بعد در یک گستره 30 و چند سال گذشته بهش نگاه کرد، برشک آقای مهدوی آزاد هم گفتن که بخش عمده از این لیست و مربوط به دوره سال 90 تا 92 و دوره آقای احمدی نژاد هست. بله، خب سال 90 تا 92 خب همه میدونن آخر دوره آقای احمدی نژاد اون زمانی بود که ایشون در واقع قدرتش تضعیف شده بود و چندان سلطه‌ای بر نهادهای زیرمجموعه خودش به وزارتخونه ها نداشت. آقای احمدی نژاد خودشون منتقد این برنامه ها بودن، چندین بار نامه هایی نوشتن به آقای دانشجو و حتی دستور عزل رئیس دانشگاه علامه و رئیس دانشگاه تهران رو هم دادن، ولی دیدیم که آقای دانشجو کوچکترین وقعی به دستورات آقای احمدی نژاد نگذاشت، در حالی که وزیر بود رئیس جمهور بهش دستور داده که دو تا رئیس دانشگاه رو عوض کن. آقای کامران دانشجو اهمیتی دستور رئیس جمهور نداد. این خودش نشون میده که اصلا وزارت علوم در زمان آقای احمدی نژاد به ویژه در دوره دومشون و در اواخر اون سالها اصلا تبعیتی از آقای احمدی نژاد نداشتن. من یک مثال دیگه براتون میزنم. ببینید، خبرگزاری ایسنا که خبرگزاری دولتی ایران هستش، یک لیستی رو منتشر کرد در همون دوره‌ای که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن، یک سری اسامی توش بود که اینها بدون طی اون قواعد و مقررات مربوطه وارد دوره دکترا شدن بدون کنکور و بدون طی اون ضوابط و مقررات، که از جمله اسم سردبیر روزنامه دولت هم اون در اون لیست بود. این خبری بود که خبرگزاری دولتی هست منتشر کرده. من میخوام این رو بگم، اینطور نیستش که اگر مثلا در وزارت علوم
یک تخلفی صورت میگیره، اون تخلف مستقیما به رئیس جمهور مربوطه. هر کدوم از وزارتخونا رئیس جمهور در اندازه‌ای درش نفوذ داره، در اندازه‌ای درش سلطه داره. بخشیش رو هم نمایندگان مجلس سلطه دارن، به هر حال با لابی هایی که میکنن به دولت تحمیل میکنن، این شخص باید وزیر باشه، این شخص باید مدیر کل باشه، این شخص باید به هر حال فلان سمت رو داشته باشه. و وزارت علوم در دوره دوم آقای احمدی نژاد حوزه‌ای نبود که آقای احمدی نژاد درش سلطه داشته باشه، بیشتر همین آینه نمایندگان جبهه پایداری نفوذ داشتن. آقای عارف که اونها هم از منتقدین بزرگ آقای احمدی نژاد بودن. همین جبهه پایداری بود که آقای احمدی نژاد رو به تهمت‌های سخیفی مثل سحر و جادو و مرتاض اینجور چیزا متهم می‌کرد. ما نمی‌تونیم اینها رو عمل رو به پای آقای احمدی نژاد بگذاریم، اینا منتقدین آقای احمدی نژاد هم بود. بسیار خوب، خاکی نهاد با ما باشید. آقای عارف خیلی کوتاه پاسختون چه هست اون چه که الان آقای خاکی نهاد گفتن؟ گمان میکنم که در واقع کامران دانشجو به عنوان طراح به پروژه 88 یا در واقع یکی از برجسته‌ترین مجریان پروژه 88 در وزارت کشور به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی و یکی از معتمدین آقای احمدی نژاد در رأس وزارت علوم قرار گرفت در 4 سالی 88 تا 92 و پروژه احمدی نژاد در نهاد دانشگاه رو ایشون حامل بود و پیش برد. ببینید مثلا بعد از سال 88 به دلیل اینکه دانشگاه در واقع بدنی اساتید و هیئت‌های علمی در دانشگاه عمدتاً در اثر نیروهای اصلاح طلب و گرایش‌های متجددانه و روشنفکرانه بود، بسیاری از اینها دیدن که امکان قبول در آزمون دکترا رو ندارند و پروژه در واقع تبدیل آزمون‌های دکترای دانشگاهی به کنکور نیرو متمرکز برای دکترا که فوق العاده رفتار مضحک و خنده‌داری هست. شما تصور هم که دانشجو دکترا برای ورود به دوره دکترا می‌بایستی بره کنکور بده، یا مثلا تبدیل بورس خارج به داخل که باز حتی علاوه بر چکیری آزمون و کنکور نیرو متمرکز، تبدیل بورس خارج به داخل در واقع راهکاری بود برای دور زدن همین کنکور نیمه متمرکزی که بدنه جریان راست در واقع امکان عبور از اون. یعنی می‌فرمایید که آقای احمدی نژاد در کانون این سیاست گذاری بوده یا ایشون هم بخشی از این ماجرا بوده، این سیاست بزرگتر از رئیس جمهور بوده در طول سال‌های گذشته؟ من موافقم که سیاست بزرگتر از آقای احمدی نژاد هست و سیاستی است که کلانتر از ایشون و در واقع پروژه‌هایی است که از دوره دوم آقای خاتمی از سال 81 و 82 به بعد توسط اتاق فکرهای نهادهای امنیتی در واقع برای دانشگاه تحریزی شده بود، ولی آقای احمد نژاد در نقطه کانونی این سیاست ها قرار داشت. آقای افشار اگه مطلبی در ارتباط دارید ببینید. اولا باید یه تفکیک قائل بشیم بین احمدی نژاد متقدم و متأخر. یعنی احمدی نژاد از سال 90 به بعد خب فرد خیلی متفاوتی از با احمدی نژاد قبل. خب در اون مقطع هم تکلیفش رو روشن کرد به وزارت علوم، هم گفت دو تا رئیس دانشگاه تهران و علامه ها رو بردارن که بر نداشت وزارت علوم، هم در زمینه تفکیک جنسیتی اینها گیر داد. ببینید در یک، من در صحبت اولیه هم گفتم، در یک بازه زمانی کوتاه، حالا بتا حالا این 90 تا 92 که نبود، این عقبه قبلا داشته، به یک باره نمیشه همچین کاری رو کرد. یک تعداد خیلی زیادی بورسیه شدن. البته خود وزارت علوم هم مدعی نیست که عین این 3700 نفر صلاحیت نداشتن و الان خیلی دارن میگن نه بخش عمده اینا مسئله نداشتن. اول تکلیف این باید روشن بشه. در این دوره خیلی زیاد شده، منتها این سیاست متولی اصلی این بیرون از دولت هست. اصلا خود تبدیل بورسیه خارج به داخل یا یک نوع حساسیت نسبت به دوره‌های تحصیل خارج کشور خود آقای خامنه‌ای انجام داده، یه بیت رهبری این حساسیت ایجاد شد. ببینید که بخوایم اسم ببریم از افرادی، وقتی شما این لیست توی فهرست نگاه می‌کردید بودن افرادی که بشناسید؟ خب من برخی از این افرادی که به حال در دوره‌های دبستان دانشجو فعال بودن و بله اینا رو می‌شناختم. خب برای من هم منطقیه که اونها به هر حال میرن اینجور افراد بالا بکشن و به دلیل اون خدماتی که برای اونها انجام دادن حالا در قالب استاد دانشگاه اون نقش رو ادامه بدن. به هر حال ولی این سیاست یک سیاست به اصطلاح هستش که از هسته اصلی قدرت اومده. در دوره‌های قبلی هم بوده که همیشه بالاخره یک بخشی از نیروهای حکومتی از یک امتیازی برخوردار بشن، بورسیه بگیرن و
همین ماشین مدرک سازی بالاخره کار بکنه اونم ازش استفاده بکنه. اما به هر حال احمدی نژاد هم در طول حالا 8 سال ما اون 6 سال اولیه‌اشو در نظر بگیریم بخشی از این جریان بوده، مخالفت اصولی باهاش نداشته. خودش هم البته در دوره اینکه ایشون فوق لیسانس قبول شده به هر حال بحث جدی مطرح که اصلا کنکور نداده، همینجور رفته دوره فوق لیسانس نشسته. ولی اگر اینو ما بخوام ریشه یابی بکنیم، این فقط در جناح اصولگرایان نخواهد بود، فقط در جناح به اصطلاح راست نخواهد بود، در جناح حالا موسوم به اصلاح طلب فعلی و چپ سابق هم هست، در بین نزدیکان آقای رفسنجانی هم کم نیستن افرادی که از این به هر حال امتیازات استفاده کردن، به خصوص در دانشگاه آزاد که اصلا یک چیز عجیبی خواهد شد. ولی باز هم تاکید میکنم در دوره احمدی نژاد این خیلی تعداد بیشتر شده و از اون طرف هم در نظر بگیریم که نیاز حکومت به کنترل دانشگاه ها البته بیشتر شده. حتما شما میدونید که خیلی رو ما میشناختیم که در ایران که اینها کار میکردن و اسمشون بود که دارن دانشگاه میرن و کلاس و بعد مدرکم بعد از چند سال اتوماتیک میگیرن. بله نه این واقعا این یک به حال ماش این مدارکی که مسئولین و به اصطلاح بلند مرتبه جمهوری اسلامی گرفتن علمون ریشابی بکنید اصلا منطقی نبوده که طرف در دوره‌ای که بالاخره چند تا پست داشته مثلا تونسته تد دکتراش هم دفاع بکنه. این به حال من که آدمای استثنایی بوده باشن درست باشن کار کردن. آقای مهدوی زاده مطلبی در ارتباط دارید بشنویم کوتاه و من میخوام بحث وارد یه حوزه دیگه بکنیم از این بحث بورسیه کم عبور بکنیم و اونم رفتاری است که خود آقای روحانی و دولت آقای روحانی داره انجام میده در قبال در واکنش به این فشارهایی که برش وارد میشه. چقدر این رفتار یک است، چقدر مشابه اون چیزی است که ما الگوش رو در دولت های قبلی هم دیدیم با توجه به اینکه الان هفته دولت هست؟ من این سوال رو میکنم. من فقط یه حاشیه بزنم بر تحلیل دوستانمون و مهمانان محترم برنامه. اصلا نباید، درست تاریخ مصرف آقای احمدی نژاد تمام شده، ولی اصلا نباید گذشته رو فراموش بکنیم و سعی در تبرئه آقای احمدی نژاد داشته باشیم. اولا فرمودند که جبهه پایداری در واقع مخالف آقای احمدی نژاد نبوده، این تحریف مسلم تاریخه. جبهه پایداری کسی است که احمدی نژاد رو سر کار آورد، آقایان رسایی، کوچک‌زاده و غیره که ما اسمشون میشنویم بر در دفاع از احمدی نژاد فریاد می‌زدند. در یکی دو سال آخر معادلات عوض شد، آقای احمدی نژاد سعی می‌کرد ساختار قدرت رو به نفع خودش تغییر بده که با مسئله عزل وزیر اطلاعات از ناموفق وزیر اطلاعات آقای مصلحی شروع شد. این در واقع فرایند طبیعتاً جبهه پایداری میدید آقای احمدی نژاد تاریخ مصرفش تمام شده، رفت به سمتی که بتونه در واقع پا برجا بمونه، مخصوصاً که جبهه پایداری سابقه در واقع رد صلاحیت نامزدهای طیف آقای مصباح یزدی رو در انتخابات مجلس خبرگان داشت و در نهایت هم آقای لنکرانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 رد صلاحیت شد. این یک مسئله هست. دومی که میگن جبهه پایداری، فرمودن جبهه پایداری احمدی نژاد رو جادوگر یا مرتاض یا هر چیزی مینامیده، این اصلا چنین چیزی من نشنیدم. آقای مشایی رو میخوندم، بین احمدی نژاد و مشایی همواره فرق میگذاشتن. حتی همین الان هم جبهه پایداری حاضر نیست از آقای احمدی نژاد انتقاد بکنه. این مسئله اول. اما رفتار آقای روحانی جناب آقای دهقانپور به گمان من شبیه هیچ کدام از رفتارهای رؤسای جمهور قبلی نیست. ببینید از ابتدا که شروع بکنیم، آقای بنی صدر رئیس دولت اول هست. نمیتونیم آقای بنی صدر رو مقایسه بکنیم. بنی صدر ظاهرا اصول و پرنسپ های جدی داشتش و با سیاستمدار مثل آقای روحانی نمیتونیم رفتار رو مقایسه بکنیم. و هزینه‌اش هم پرداختیم. رسیدیم به دولت آقای رجایی که بله، دولت آقای رجایی میرسیم که 28 روز عمرش بوده، اون رو هم باید بگذاریم کنار. در مورد دولت آقای خاتمی همینجا یه اشاره به نظرسنجیتون بکنم و کاربران محترمی که این اعتقاد رو دارن، من دیدگاه متفاوتی دارم. آقای چون سوال شما دقیقاً هست که نظر عملکرد دولت در مقابل تنش‌های سیاسی چیه، این سوال میتونه خیلی وسیع باشه، در حوزه اقتصادی چیه و غیره. در حوزه تنش‌های سیاسی دولت آقای خامنه‌ای یک دولت خیلی ناموفق بود. بزرگترین تنشی که داشتن تنش در سر جایگزین انتخاب میرحسین موسوی، مهندس موسوی به عنوان نخست وزیر بود که اون ماجرای 99 نفر پیش اومد و آقای خامنه‌ای در مقابل مخالفان خودش ایستاد که همون هواداران آقای موسوی بودن و حتی در مقابل آیت الله خمینی ایستاد و پیغام داد که نگید 99 نفر، بگید 100 نفر. در سایر موارد آقای خامنه‌ای تنش زیادی نداشتن
سیاسی، در واقع زیر چتر آیت الله خمینی با اون کاریزمای اوایل انقلاب قرار داشت. بنابراین آقای خامنه‌ای هم قابل بحث نیست. میمونه دولت آقای هاشمی، دو دوره. در دولت آقای هاشمی هم قابل بحث است، به این خاطر که دولت آقای هاشمی یک دولت کاملا قدرتمند مطلق العنان بود و در اون دوران آقای هاشمی نفر اول کشور بود و آقای خامنه ای روند در واقع ریاست جمهوریش که نزدیکی به ساختار نظامی و امنیتی کشور بود رو ادامه میداد. و بنابراین سه دولت میمونه: دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی. در بین این سه گزینه آقای روحانی همچنان به نظر من بهترین عملکرد رو داشته. آقای روحانی جزئی از در واقع ساختار امنیتی و ساختار محرمانه کشور، ایشون چیزی حدود 24 سال رئیس کمیسیون هایتک ایران بوده، اطلاعات بسیار دقیق از تمام زیرساختا داره، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، اطلاعات بسیار قوی از تمام فعالان سیاسی داره، مسلط بوده بر وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و غیره و حتی در مقطع بر وزارت خارجه. بنابراین آقای روحانی با آقای خاتمی که تجربه‌ای نداشت و فقط به پشتوانه در واقع چپ‌هایی که تازه به میدان آمده بودن و سیل جوانان خرداد 76 به راه اومده بود فرق داشت، با دولت آقای احمدی نژاد هم خیلی فرق داره. آقای احمدی نژاد در یک در واقع اجماع بی سابقه در داخل نظام جمهوری اسلامی، در داخل کاست قدرت بر سر کار اومد، از صدا و سیما گرفته تا نهادهای در واقع نهادهای مثل شورای شهر، مثل مجلس شورای اسلامی، تا نهادهای مثل شورای نگهبان و قوه قضاییه، همگی پشت سر آقای احمدی نژاد بودن. اما به خاطر جاه طلبی ها و به خاطر آنچه که در واقع من اشتهای فراوان به فساد مالی میخونم، اعدادی که شنیده میشه بهتر از من خبر دارید، در یک رقم فقط میگن در بالا پایین رفتن ارز در قبل از دوران آقای احمدی نژاد 22 میلیارد دلار دیگه، آقای دهقانپور میلیارد تومان نیست، 22 میلیارد دلار جابجا شده در دوره آقای احمدی نژاد، یعنی عددها 22 میلیارد دلاره به ریال، من نمیتونم اصلا حساب بکنم، آقای احمدی نژاد به ریال حساب کنم. به واسطه این تخلفاتش در واقع اون حمایت ها رو هم از دست داد و تاریخ مصرفش به پایان رسید. من معتقدم در مقایسه با عمل کرده یک سال آقای خاتمی، با وجود که آقای خاتمی کم کم رسانه ها پشتش بودن، حامیان بسیار گسترده ای داشت، اون رأی بی سابقه رو داشت، رأی کوبنده بی سابقه رو داشت، آقای روحانی بهتر عمل کرده، تونسته مدیریت بکنه و تونسته دورخیز بکنه برای اینکه شرایط رو آماده کنه. در به عنوان آخرین نکته 30 ثانیه‌ای عرض بکنم، یک جمله خیلی معروف آقای روحانی داره به نظر من باید مورد دقت قرار بگیره. بعد از عزل جناب فرجی دانا، آقای فرجی دانا، ایشون 2 روز یا 3 روز بعد آمد گفتش که من به زودی اجرای قانون اساسی و عمل به وعده های انتخاباتیم رو در دستور کار قرار میدم، که این حالا میتونه مهم نباشه، اما گفت به مردم توضیح میدم که چرا در این یک سال شروع نکردم. به گمان من آقای روحانی کم کم مجبوره وارد این حوزه بشه، چون یکی از اهداف جبهه پایداری و مخالفانش، یکی از 4 هدفی که من میتونم خدمتتون عرض کنم، دقیقاً ریزش آقای روحانی است و آقای روحانی میدونه اگر به وعده هاش عمل نکنه شانس زیادی برای انتخابات سال بعد نخواهد داشت. دو سال بعد نخواهد. آقای خاکی‌نهاد موافقید با آقای مهدوی آزاد؟ نه، من موافق نیستم، ولی نمیدونم بحثم به موضوع آقای احمدی نژاد بکشونم، چون الان بحث چیز دیگه ای هستش. نظرتون چی هست؟ کدام یکی از رؤسای جمهور عمل کرده بهتری داشتن در واکنش به فشارهایی که بهشون میومد، تنش‌های سیاسی که بود؟ الان صحبت از این هست، آقای مهدوی آزاد گفتن آقای روحانی بهترین عمل کرده داشته در مقایسه که کردن کاربران فیسبوک و افق، آقای خامنه‌ای رو به عنوان بهترین رئیس جمهوری که در واکنش به تنش‌های سیاسی عمل کرده انتخاب کردن. خب در کشور ما که کلن رؤسای جمهور تحت به هر حال انتقاد و فشار و تنش بوده و هستن، از اوایل انقلاب شما رئیس جمهوری پیدا نمی کنید که به هر حال ایرادی بهش وارد نکنن، الا شخص رهبری که خب اونم چون جایگاهش الان رهبریت و شهید رجایی که میتونم چند ماه پیش در جمهور نبودن و در واقع به شهادت رسیدن، اگر زنده بودن حتما به ایشونم یا یه نگر میگفتن یا جادوگر چیزی بهشونم میگفت. خب این یک مسئله. بعدش هم این که میگن که به هر حال آقای احمدی نژاد، همه رؤسای جمهور در دوره آخرشون متحدینشون از دست دادن. شما اگر دقت بکنید همه رؤسای جمهور ایران در تقریبا سالهای آخر ریاست جمهوریشون که میرسیدن منتقدینشون بیشتر بودن و متحدینشون کمتر. اما در خصوص آقای دکتر روحانی، به مدت کوتاهی است که دولتشون رو شروع به کار کردن و به نظرم تو این مدت هم موارد مثبتی داشتن که میشه قابل حمایت هست
خارجیش از جمله مثلا سیاست خارجیشون از جمله کارهای دیگه ای که میشه برشمرد. و من معتقد نیستم که فشار زیادی روی آقای روحانی هستش. ما فکر میکنیم فشاره و این از به نظر من ضعف علمی و دلیلی روزنامه‌نگاران ماست که فکر میکنن مثلا این جمعیت دلواپسان یا این همایشی که به عنوان دلواپسی برگزار شد یا منتقدین توافق جنف این یک نوع آقای روحانی نه. به نظر من این فشار نیست آقای روحانی که حتی کمک هم میکنه با آقای روحانی در پیشبرد مذاکراتش با طرف‌های خارج. ببینید تمام کشورها تقسیم کار میکنن در عین حالی که کل واحد هستن. برای مثال آمریکا رو ما دولتش رو، کنگرش رو، سناش رو یک کل واحد ببینیم. اگر واقعیت آمریکا رو ما آگاه باشیم نسبت بهش، اینا یک کل واحد هستن که حول محور منافع کشورشون دارن فعالیت میکنن اما تقسیم کار میکنن. برای مثال دولت آقای اوباما لبخند میزنه و میگه من میخوام مذاکره کنم، کنگره از اون ور میگه که باید تحریم ها رو بیشتر کنیم. از طریق فشار و اخم کنگره میان ایران رو میخوان تحت فشار بذارن، امتیاز بگیرن و از طریق لبخند دولت اوباما و وزارت خارجه میخوان بیان مذاکره کنن. پس میفهمید که تقسیم کار شده و دولت آقای روحانی هم از این اطلاع داره، واقف است به این قضیه. با این توصیف که میکنی در مورد خیلی کوتاه آقای خاکی نهاد در مورد پرونده هستی بفرمایید. در مورد پرونده هستی میخوام خیلی کوتاه صحبت کنم. در مورد پرونده هستی خب آقای دکتر روحانی داره مذاکراتش هم به جای خوبی رسیده و توافق خوبی به دست آورده، اما ما نباید توی کشور خودمون بیایم بگیم که خب ما از این مذاکرات خیلی راضی هستیم و به به چه چه. اگر این رو بگیم طرف غربی امتیاز کمتری به ما میده. باید یک عده‌ای هم باشن که آقای روحانی بره به آمریکایی‌ها بگه آقایون اگر با من به توافق رسید حسابتون این آدم با این دلواپس هاست که اینا به هر حال شوخی باتون ندارن و کوتاه هم نمیان و خیلی هم تند هستن. این جمعیت دلواپسین در واقع اخم سیاست خارج جمهوری اسلامیه. اگر در میان این سیاست خارجی هم نیاز به لبخند داره هم به اخم داره. آقای خاکنا در میان این رؤسای جمهور نیست برای دولت روحانی. در میان رؤسای جمهور اگر بخواد یک نفر انتخاب بکنید چه کسی رو انتخاب میکنید که بهترین عمل کرده داشته؟ کوتاه یک کلمه بفرمایید اسم یک نفر. نیاز به فکر زیادی داره. هر کدوم به نظر من یک ویژگی‌های مثبتی داشت. انتخاب خاصی یکی رو آقای عارف با ما هستید هنوز شما؟ بله. خیلی کوتاه پاسخ شما رو هم بشنویم در همین ارتباط در مورد نگاهتون به رؤسای جمهور در واکنششون به تنش‌ها. چه کسی به نظر شما عمل کرده بهتری داشته؟ آقای روحانی آیا درگیر همون الگو اون پترن مشکلات چالش‌های رؤسای جمهور با قوا و رهبری شده؟ ببین اول این رو عرض کنم که اساساً به لحاظ ساختار حقوق اساسی نقش ریاست جمهوری قبل از سال 68 و بعد از سال 68 کاملا متفاوت هست. این ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای با ریاست جمهوری آقای هاشمی از دو جنس کاملا متفاوت محسوب میشه. ولی پترنی که بعد از سال 68 و با حذف نهاد نخست وزیری به لحاظ ساختاری ما بین نهاد رهبری و نهاد ریاست جمهوری وجود داشته به گمان من پترن ثابتی هست در تمام این سه دوره یا چهار دوره واقع در چهارمین دوره ریاست جمهوری بعد از سال 68 هستیم ما در حال حاضر و به گمان من از یک تعارض بنیادین در واقع ساخت تئوکراتیک و دموکراتیک قدرت در قانون اساسی فعلی برمیخیزه. ولی با تمام این اوصاف من گمان میکنم که کارنامه آقای هاشمی به لحاظ بهره‌مندی و تمتع نهاد ریاست جمهوری از قدرت سیاسی لازم کارنامه قابل دفاع تری هست و نسبت به سه رئیس جمهور بعد از ایشون. حتی من یه توضیح بدم آقای خاکی نهاد، فکر کنم این نکته که گفتن برای اینکه روزنامه‌نگاری باید سواد بیشتری داشته باشن، فکر میکنم اول سواد باید لازمه‌شون از سیاست خارجی هم هست، فضای سیاسی آمریکا رو هم دیدن و این حرفای کلیشه‌ای رو نزدن که تقسیم کار میکنن نیست. کنگره و حال و احزابی که اونجا هست کنترل اصلی کنگره دارن، یک دیدگاه دارن، دولت یه دیدگاهی داره، منتها خب این دولت همشون متعهد منافع ملی هستن. اما در ایران قضیهش کاملا متفاوته.
از خود آقای روحانی کد بکنیم ادعاهایشون رد میشه. تصور خود رئیس جمهوری که اونا دارن کارشکنی میکنن، حالا اینا که تحت عنوان دل وافسیم خودشون رو مطرح میکنن. بعد هم دارید که اینا تهدید هستن برای آقای روحانی. بله اینا به حال اگرچه اصل مذاکرات خب یک مرحله مخفی داشته، با هدایت خود آقای خامنه ای شروع شده، قرار اومده جلو به اصطلاح، و حالا آقای روحانی یک ایده ای داره جلو میبره. گروه حالا اصولگرایان افراطی که تحت عنوان جبهه پادری که شاخه سینشون هست، اونها خب به هر حال دیدگاه دیگری دارن، بخش اونها اصلا با اصل مذاکره مخالفن دیگه، حالا حرفاشون که میزنن مشخص اگه هست. از میان رئیس جمهور بخواد یکی رو انتخاب بکنه چه کسی؟ من فقط یه نکته دیگه میگم که در به هر حال اینه، و کار روزنامه نگار کار سیاسی نیست که بیاد کار یک اکتیویست یا فعال سیاسی رو بکنه چی خوبه چی بده، و من فکر میکنم این تصور غلط هم مثل سایر بخشای دیگه دوران احمدی نژاد که متاسفانه خبرگزاری ایرنا، روزنامه‌نگاران حرفه‌ای مستقل و صاحب کیفیت خالی شد و به حال به این وضعیت دچار شده که به این راحتی مرز بین فعالیت روزنامه‌نگاری و فعالیت سیاسی مخدوش میشه. ببینید برای رئیس جمهور اول ببینید معیارهامون چیه برای موفق بودن. آیا معیار مثلا رئیس جمهور عام در نظر میگیریم، در خود ساختار جمهوری اسلامی در نظر میگیریم؟ خب بعد جدا بکنیم اول به اصطلاح سال 68 و قبل سال 68. آقای خامنه ای خیلی اهل ایستادگی نبود، یعنی دوستانی که بحث مطرح میکنن حداقل نزدیکان خود آقای خامنه ای بارها گفتن دوران ریاست جمهوری دوران مظلومیتشون بوده، دوران مهجوریت ایشون بوده، ایشون ایستادگی نکرد و در همه زمینه‌ها عقب نشینی کرد، فقط موضع مخالفش رو گفت، ولی اون موقع رئیس جمهور اختیاری نداشت و آقای خامنه ای هم در موازنه قوای اون ایام نقش تشریفاتی داشت. رفسنجانی دوره اولش کاملا با رهبری هماهنگ هست. یعنی فاکتور دیگه که باید در نظر بگیریم شکاف بین رهبری و نهادهای زیر مجموعه ولایت فقیه با شخص رئیس جمهور است. در دوره اول هماهنگ بود، در دوره دوم این خبرها نبود و رفسنجانی هم تسلط در تمامی حوزه ها عقب نشینی کرد. ما اگر بخوام 8 سال آقای خاتمی رو در نظر بگیریم از منظر شاخص‌های عام سیاست داخلی اقتصادی و اون مقاومتی که فرد کرده برای دفاع از بالاخره اون پرنسیب رئیس جمهوری، از ایستادگی در جایگاه رئیس جمهور، رئیس جمهور مردم هست، البته با یه استثنا بگم بنی‌صدر تو این زمینه نمره اول رو میگیره رو ایستادگی که واسطه در جایگاه دفاع از حیثیت و حقوق نهاد انتخابی در برابر نهاد انتصابی و هزینه‌اش هم پرداخت کرد. بعد از اون میام آقای خاتمی هست، یعنی آقای روحانی، آقای مهدوی آزاد به درستی گفتن ایشون بخشی از نیروهای اون کاست و بخش مسلط امنیتی جمهوری اسلامی، نقطه عزیمتش با نقطه عزیمت جبهه پایداری خیلی متفاوت نیست، از همونجا میاد. ادبیات روحانی مراتب به ادبیات این گروه‌ها نزدیک‌تر از ادبیاتش با خاتمی و این طرفدار حالات اجتماعی مثل بنی‌صدر و غیره. ما اگر مجموع 8 سال در نظر بگیریم در داخل جمهوری اسلامی با پذیرش فرادستی ولایت فقیه، به نظر من باز خاتمی بیشتر کمک کرد تا به هر صورت این شأن نهاد ریاست جمهوری حفظ بشه، هزینه هاش هم پرداخت کرد. آقای خاتمی اگه خاطرتون باشه بحث مسئولیت اجرای قانون اساسی رو مطرح کرد، آقای احمدی نژاد هم این رو مطرح کرد، الان آقای روحانی فرق خاتمی رو از همون اول ستاده برای این تشکیل کرد، بیانیه هایی داد. خود دوستانی که میگن آقای روحانی موفق عمل کرده، سیاست خارجی رو من قبول میکنم، منتها فراموش نکنیم که تمامی مذاکراتی آقای روحانی انجام داده یک مرحله مخفی نرمش قهرمانه داشته، یک سال پیش از اون مذاکرات شروع شده، بنابراین صاحب اصلی پروژه آقای خامنه ای هست. آقای روحانی هم داره ادامهش رو جلو میبره. اما در زمینه اقتصادی دوستانی که به حال مقایسه بکنن با دوره‌ای هم که خاتمی تحویل و از آقای هاشمی با تورم 50% با بدهی زیادی که واسه دولت بود مقایسه بکنن، در سیاست داخلی آقای روحانی تا به این لحظه در هیچ گونه برخوردهایی که طرف مقابل انجام داده در زمینه سیاست داخلی حرف نزده. حتی احمدی نژاد متأخر، معتقدم احمدی نژاد در 6 سال اولش کاملا نقش منفی رو داشته، تمایزی با اخلاق‌گراها نداشته، ولی در 2 سال آخر برخوردهای متفاوتی رو از خودش نشون داد. در اون 2 سال آخر ایشون بالاخره به قضیه تحقیق جنسیتی در داخل دانشگاه‌ها اعتراض کرد، در زمینه گیر دادن به اصطلاح لباس‌های دخترها و به اصطلاح خانم‌ها در خیابون‌ها اعتراض کرد. حتی مسائل از این دست آقای روحانی و رئیس جمهور برخورد نکرده، وزیر کشورش به هر حال مشخص هست، عملکردش، استانداردهایی که انتخاب شدن، اینها رو عمر کنار هم بگذاریم، در زمینه سیاست داخلی اصلاً قفل آقای روحانی حتی کلیدش داخل قفلم قرار نگرفت. داره در سیاست خارجی خود چرخیده،
فراموش نکنیم اقدام مشترک 6 ماهه ژنو تموم شد و در وین به توافقی نرسیدن. حالا باید دید اگر در 4 3 ماه آینده اتفاقی نیفته آخر ماجرا رو باید دید. ولی به نظر من مقایسه بین به حال آقای روحانی و خاتمی مقایسه خطایی هست. شخصیت خاتمی نقطه عظیمتش این که ایشون و حال در این کشور آقای خاتمی دیگه 8 سال وزیر بوده، عضو دولت بوده، آقای روحانی در مجلس بوده، حالا که ایشون در اون نمایندگان اون مجلس ارزشی نداشتن که حالا مثلا ایشون در کمیسیون رئیس کمیسیون مثلا فناوری های پیشرفته بوده، در اون افرادی که اونجا بودن به اصطلاح میگن در مملکت کورا یه چشم پادشاه، فضیلت ایشون نبوده، کسی نبوده. بعد هم با خشن ترین نیروهای امنیتی ایشون فعالیت کرده. این ادبیاتی که میاد اونجوری حرف میزنه فارغ از اینکه درست بوده یا غلط بوده، شخصیت این آدم هم نشون میده این در گذشته با همین ادبیات با مخالفینش برخورد کرده. اجازه بدید آقای مهدوی آزاد پاسخشون رو بشنویم. مهدوی آزاد، چرا آقای روحانی با این توصیفی آقای افشاری کردن میاد صحبت از مسئولیت اجرای قانون اساسی میکنه، انتقاد میکنه از صدا و سیما که تصویر درستی منعکس نمیکنن از دستاوردهای ما؟ اول من توضیح بدم، من خودم رو خیلی مخاطب تحلیل‌های آقای افشاری نمیدونم، به این خاطر که فکر میکنم ما اختلاف نظر چندانی نداریم. ایشون از یه زاویه نگاه میکنن و من از زاویه دیگری. تصورم این هست، ضمن اینکه ایشون دو نکته بسیار مهم گفتن کاملا موافقم. تأکیدی که ایشون بر نقطه عظیمت کرد، منم سعی کردم در عرایزم بگم این نقطه عظیمت رو باید در نظر بگیریم. و در نهایت خودشون هم پذیرفتن که دارن 8 سال آقای خاتمی رو با 1 سال آقای روحانی مقایسه میکنن. بدون تردید اگر 8 سال آقای خاتمی رو مقایسه کنیم با 1 سال آقای روحانی، اصلا قابل مقایسه نیست. آقای خاتمی موفق تره. البته شما رأی مثبت رو به آقای هاشمی دادید. سال اول آقای روحانی، نه من به آقای روحانی دادم. گفتم اگر 1 سال در نظر بگیریم آقای روحانی بهترین عملکرد رو داشته تو 1 سال. بعدش آقای روحانی، من آقای خاتمی، آقای هاشمی رو اساساً حذف کردم. گفتم ایشون قدرت اول کشور بوده، در جایگاه ریاست جمهوری اصلا نباید ببینیم. نفر اول کشور بوده آقای هاشمی رفسنجانی و هر کاری می‌خواسته می‌کرده. تا اونجا که در دوره دوم دولت آقای هاشمی، ایشون در مجلس موقعی که برای آقای فلاحیان می‌خوان رأی اعتماد بگیرن، به مجلس میگه خب جرأت هم ندارید به آقای فلاحیان رأی منفی بدید. اون زمان اوج ترورهای سیاسی در خارج کشور بوده و غیره. بنابراین آقای هاشمی رو من فکر نمی‌کنم ما بتونیم با آقای خاتمی، احمدی نژاد یا آقای روحانی مقایسه بکنیم. اما در مورد در واقع انتقاد مسئله قانون اساسی که آقای روحانی گفتن، من تصور می‌کنم دو تا اختلاف اساسی وجود داره. یکی از اصلی ترین اختلافات بین آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد و آقای روحانی این هست که آقای خاتمی به اجرای قانون اساسی واقعا اعتقاد داشت، به دموکراسی با اون تعریفی که داشت، مردم سالاری، اعتقاد داشت، آدم شریفی بود. هیچ کس هم نتونست ایشون رو و اطرافیانشون و اطرافیان نزدیکشون رو به فساد مالی محکوم بکنه. آقای احمدی نژاد یک نگاه کاملا پوپولیستی داشت. من نمیدونم کلمه بی‌ادبانه است یا نه، واقعا شارلاتان معابانه بود این برخورد. و اصلا ایشون نه به قانون اساسی اعتقاد داشت، نه به قوانین کشور، نه به قوانین جاری، نه به نظم، نه به نظم موجود، به هیچ چیز اعتقاد نداشت و فقط به دنبال اهداف خودشون بوده. آقای روحانی به نظرم از دیدگاه دیگری نگاه میکنه. درسته به عنوان میگه من حقوقدان نیستم، کمی فکر میکنه که باید اجرا بشه، مخصوصا اصول اولیه قانون اساسی که حقوق مردم هست به ویژه در حوزه اجتماعی. اما آقای روحانی میدونه که اگر دنبال این قضیه نره آراش از دست میده. آره آقای روحانی بسیار شکننده است. در واقع در آخرین روزها بخشی که نمیخواستن رای بدن آمدن پای صندوق. بنابراین این سه تا رویکرد اساسی رئیس دولت رو باید به مسئله قانون اساسی مد نظر قرار بدیم. تصور میکنم آقای روحانی قدرت اجرای بیشتری داره، آقای احمدی نژاد که تمایلی نداشت، آقای خاتمی هم تمایل داشت و هم علاقه شخصی داشت و هم باور داشت، اما در نهایت نتونست در حوزه قدرت کاری بکنه. هرچند در حوزه اجتماعی واقعا اقدامات بزرگی کرد، یعنی کلمه جامعه مدنی، سیویل سوسایتی رو کسی نمیدونست در عرصه عمومی، پاسخگویی رو کسی نمیشناخت، گفتمانی که ساخت، دیسکورسی که ساخت، گفتمانش گفتمانی است که به یادگار خواهد موند و هنوزم داره اثر میگذاره. آقای خاکی‌نهاد، وقت خیلی کمی داریم، یک دقیقه. وقتی صحبت از این شد که آرای آقای روحانی شکننده است، آقای یونسی گفت که دولت پیروزی خودش رو، دولت آقای روحانی مدیون آرای اقوام ایرانی میدونه. ایشون هم سفرهای زیادی رفت، هم تو که اشاره کردیم به اردبیل رفته بود موقعی که استیضاح صورت میگرفت. آیا ایشون هم داره همون راه آقای احمدی نژاد رو دنبال میکنه در سفر استانی؟ یک دقیقه فرصت داریم، خیلی کوتاه. ببینید، سفرهای استانی چیزی نیستش که متعلق به آقای احمدی نژاد باشه و بنیانگذارش آقای احمدی نژاد باشه. این هم از همون دست حرفایی که همیشه نفرت میدن. قبل از آقای احمدی نژاد هم سفر استانی بود،
آقای خاتمی، آقای هاشمی، همشون در طول دورشون به همه استانها سفر میکردن، به شهرستانها سفر میکردن، کارهای اونجا میکردن، استعاری میکردن. اینا همه بوده، ولی نمیدونم چرا همه این رو مربوط به آقای احمدی نژاد میدونن. در ثانی آقای دکتر روحانی خودش هم نیاد، خودش هم نخواد، مجبور و ناگزیر از رفتن به سفرهای استانیه، چرا که علی رغم نظر الیت و نخبگان که این سفرها رو خوب نمیدونن، ولی عوام و توده جامعه سفرهای استانی رو میخوان و از نظر توده و عوام جامعه کاندیدا و رئیس جمهور و حتی نماینده مجلسی بهتره که بیشتر به حوزه انتخابیش در بزنه. این باعث شده که اینها مجبور بشن سفرهای استانی برن، همه رؤسای جمهور این رو رفتن، ایشون رو میرن. سپاسگزارم از شما آقای محمد خاکی نهاد. آقای افشاری از شما تشکر میکنم. آقای مهدی مهدوی آزاد از شما هم سپاسگزارم برای شرکتتون در برنامه و همچنین از پیمان عارف که تلفنی با ما از تهران در ارتباط بود سپاسگزاریم. بیننده افق از صدای آمریکا بودید. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه چهارشنبه افق فرگوسنستان هست. به مسائل فرگوسن در آمریکا میپردازیم و اعتراضاتی که رخ داد. مهمان‌های برنامه جان لیمبرت، رسول نفیسی، مرتضی محیط و مسعود مسلانژاد هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.